آقای دکتر هیدری عزیز، یکی از مهمترین سوالاتی که زیباجوهای عزیزمون در مورد پروتز سینه دارن اینه که آیا پروتز سینه احتمال پارگی داره؟ با سلام خدمتتون عرض کنم که مبحثی که امروز شما مطرح کردید در مورد پروتز سینه، خب پروتز سینه در نسل‌های جدیدی که هستش خب خیلی مقاوم شده و خدمتتون عرض بکنم که سیلیکون‌های نسل جدید به صورت بسیار متراکم هستن و ضربه خیلی مکم احتمال پارگی رو تقریبا به صفر رسونده. همونجور که میبینید خب پروتزهای نسل برندهای مختلف هستن که و سیلیکون خیلی خیلی سفت متراکم توشون هستش و با اینکه پلیبل هستن و قابلیت حرکت دارن ولی احتمال پارگی تقریبا نزدیک به صفر. و چون چند لایه هستن حتی اگه پارگی ایجاد بشه پارگی های اینتراکپسولر یعنی پارگی های داخل این پلنت هستش نه اکسترا هستش و بیرون هم نمیرسه و برای این بسیار بسیار پروتزای نسل جدید سیف هستن برعکس پروتزای سالینی یا اون آبنمای که آقای دکتر، آیا پروتز سینه سرطان‌زاست؟ خدمتتون عرض کنم که پروتز سینه ثابت شده که نه باعث سرطان میشه نه معاونتی برای شیردهی. آیا پروتز سینه ما نه از شیردهی میشه؟ نه خدمتتون عرض کردم اصلا. و آیا حس سینه بعد از گذاشتن پروتز کم میشه؟ حس سینه کم نمیشه به خصوص اگه پروتز تنها باشه و برش‌هایی که دور از آرئول هستن و برش آرئول نباشه تأثیر در حس سینه نداره، به خصوص برش‌های IMF آکسیلری یا برش‌های معمولی که و جای مختلف داده میشه از طریق آمبلیکوس. ولی خب ممکنه که حالا همزمان با پروتز لیفت انجام بشه که خب در حال برش دور آرول ممکنه که کمی کاهش حس بده. یعنی خود پروتز سینه به تنهایی بی‌حسی ایجاد نمی‌کنه. سن مناسب برای جراحی پروتز سینه چقدر؟ سن خاصی برای پروتز سینه تعریف نشده، بستگی به حالت آناتومیک داره. مثلا ببینید که بعضی وقتا علت کوچیک بودن سینه مادرزادی و کانجنیتال هستش. خب وقتی که به سن بلوغ میرسه حداقل سن بهتره که همون وقتی که رشد سینه کامل شده باشه و هم به هر حال 18 سالگی حالا یا گاهی زودتر ولی نه دیگه خیلی زودتر انجام میشه. ولی خب بازم بستگی داره، میبینید که پروتز سینه فقط مواسط زیبایی نداره، ممکنه مواسط درمانی هم داشته باشه. یعنی یه خانمی هستش که حالا سنی بالاتری هستش ولی کنسر سینه داره، یه طرف برشن برای بازسازی میخوایم استفاده بکنیم پر سن بالاتر یا حتی در سن بالاتر برای زیبایی ها هم میتونه استفاده بشه. دوره نقاحت جراحی چقدره؟ اگه پروتز سینه تنها باشه که صرف پروتز سینه باشه معمولا بیمار بعد از عمل همین کارهایی که روزمره انجام میداده، راه رفتن، کارهای معمول رو میتونه انجام بده، ولی کارهایی که یه مقدار محدودیت دست و اینا باید توش ایجاد بشه مثل این که چی دست رو بلند بکنه یا فشار عضلات این قسمت روش باشه، این کارها یا جسم سنگین بلند کردن بهتره که دو سه هفته متوقف بشه. مثل حتی رانندگی که خب به هر حال با عضلات این قسمت سینه ممکنه که روی پروتز فشار بیارن و باعث درد بشه. چه مدت بعد از جراحی باید گن استفاده بشه؟ ما معمولا توصیه میکنیم دو ماه بعد از جراحی گن استفاده بشه. ما در بعضی موارد در پروتزهای سینه یه باند هم بالای سینه میبندیم که محدودیت بده که پروتز به سمت بالا حرکت نکنه و اونو معمولا سه هفته میگیم. چقدر بعد از جراحی میشه ورزش رو شروع کرد؟ ورزش خدمتتون عرض کردم ورزش هایی که معمول هستش و اینا دیگه دو سه هفته بعد، ولی ورزش های سنگین تر معمولا بعد از سه هفته، ولی ورزش های مثل یوگا اینا رو زود هم میتونی شروع کنی. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم.